هنی چقدر دیگه مونده؟ یه 10 دقیقه دیگه. 10 دقیقه دیگه. امروز میریم سراغ خوشمزه ترین کباب ایرونی، کباب بناب. خیلی پرطرفداره. گوشتی که دارم نیم کیلو گوشت گوساله دارم و نیم کیلو هم گوسفند. هر جفتشو از سردست انتخاب کردم. اگه خواستید سفارش بدید بگید شلده. حالا برای این یک کیلو نیاز به 2 دونه پیاز هم داریم. اینم 2 دونه پیاز و 3 حبه سیرم براش نیازه. گوجه فرنگی و لیمو هم برای سوسش. ادویه هاشم بعدن بهتون میگم. حالا کاری که میکنیم گوشتا رو میبریم به این شکل، گوشتا رو ریز ریزش میکنیم به صورت حبه قندی. حالا اینا رو من خورد میکنم و برمیگردم. گوشتارم ریز ریز خورد میکنیم. گوسفندی ها رو خورد کردم و گوساله ها رو هم ریز ریزش میکنم. هر مقداری که ریزتر کنید کار خودتون راحت تر میشه. پیازارم تا جایی که میتونید ریز ریزش کنید. بریم سراغ ادویه ها. هات چیلی، فلفل تون، نصف قاشق چایخوری، بلک پپر، فلفل سیاه، نصف قاشق چایخوری. البته یه مقداری من بیشتر میزنم. نمک برای هر 1 کیلوگرم هم تقریبا 12-13 گرم که میشه 1 قاشق چایخوری و 1/2. اینم از این. حالا میریم دیگه ساتور کباب بنابمون رو میاریم. اینم از ساتور کباب بنابمون. یا شاسن ایران یا شاسن آذربایجان. میریم برای درست کردن 3 حبه سیرمونم به این شکل له میکنیم. همه چی رو با هم مخلوط میکنیم. این ساتورا رو هم من تو ایران سفارش دادم، برام زدن و با پست فرستادن. اگه شما هم خواستید میتونید از ایران سفارش بدید. اینجا تو استرالیا نتونستم پیدا کنم. فولادم هست جنسش و خیلی جنس خوبی داره. میریم دیگه تو کارش و به مدت 10 دقیقه میزنیم. چقدر دیگه مونده؟ یه 10 دقیقه دیگه. 10 دقیقه دیگه. خب حالا نگاه کنید، وقتی که به این مرحله رسید شروع کردید اینجوری کوبیدن، اینجا رو نگاه کنید به دست میچسبه. این وقتی که اینجوری به دست میچسبه یعنی از سیخ هم نمیفته. بس نگران ریختنش نباشید. تو این روش چسبندگی گوشت خیلی بالاست. حالا
پیازم بهش کم زدم. برای هر 1 کیلو برای کباب بنا به نظر من 150 تا 200 گرم پرفکته، بیشترم نزنید بهش. حالا دیگه گوشتو میبرم و میریم برای سیخ گرفتنش. یه گوشت به اندازه 450 گرم ور می‌داریم و وسط سیخمون رد می‌کنیم به این شکل. یه آبدست، آبدست زیادی هم برای کباب بناب نمی‌زنیم. سعی می‌کنیم گوشت رو بکشیم بیاد پایین. چسبندگی گوشتمون هم عالیه. حالا اینو میکشم میاد با پایین و بعد شروع میکنم روش نقش انداخته. این برای گل انداختنش کشیدیم و انگشتمون رو به این شکل یه فشار کباب لقمه مشتی دوبر گل بیریم دیگه برای پختنش. دو تا سیخو زدیم، فقط این اضافه اومد ازش. اینم ببینید چه کبابی شده، فقط یه تیکه کوچولو. ببینید کاملا یه کباب بناب خوب این شکلیه. درست رو هم میذارم، چیزی اضافی نداره، طعم و عطرش دیوانه کننده است. حالا منقلم رو میچینم، سیخای بزرگ رو میپزم و بهتون در آخر نشون میدم چیکار باید کرد. تا ما فیلم میگیریم اینا شروع میکنم. بیا بریم، من یه دقیقه با اینا کار دارم. گوش کنید ببینید چی میگم. قصه زندگیمو براتون تعریف کنم، همه تون فرار میکنید. میدونید شغل من چیه؟ من شفم! شف! میخورمتون! میپزمتون! دیدید؟ شف! این دوتا خیلی پر روهن. آره تو بشید، تو شلوغ نکن، گفتم شفم بهشون همه رفتن. کباب ما رفت برای پختن، ولی کباب های سایز بزرگی رو حتما بذارید رو آتیشتون و خاکستر بگیره و تون تون برش گردونید مثل من. وزن سیخ ها تقریبا هر کدوم 600 گرمش از 650 گرم و پختنشون کار زیاد سختی نیستش. حرارت بهتون میگه اینجا حرارت کمه، میبینید؟ بعد زغالش رو یه مقداری بیشتر بکنم. هر جا که دیدید کم رنگ تره یعنی زغال بیشتری نیاز داره. از این حالا میایم کره، مرحله آخر که دیگه مطمئن شدیم 90% پخته. کره، زعفرون، به به، میایم سراغ این یکی. این کباب همه چیزش اندازه است و درسته، فقط باید دقت بکنید تو پختنش. خب حالا برش میگردونم، این برش هم کره میزنیم و ور میداریم. به به، ببینید گوشت گوسفندی یه مقداری رنگ پریده است و خوشگل. تمام، میریم دیگه برای کشیدنش. سر یه ضربه به ته میذارید و تمام. کباب ما آماده شد. این جزو کباب خوب ایرانی بود که بهتون یاد دادم. ایران سلطان باربیکیوه، سلطان کبابه. اگه کسی تو ایران کباب خورده باشه میدونه بهترین کشور برای کباب خوردن ایرانه و بهترین رسیپی ها رو داریم. دوستتون دارم و به خدای بزرگ میسپارمتون. شاکیان میگن چرا کباب نمیخوری تو؟ آقا
اینم از کباب. من یه تیکه کوچیک بکنم. به به چه کبابی شد. اینم به عشق شما پیاز جعفری را نداره نریزم توش. پیاز جعفری ببخشید معذرت میخوام. یه کوچولو هم لیمو، دو تام چای از این و دمتون گرم. خدا یار و نگهدارت.